در آستانه یک توافق احتمالی صلح با طالبان، نگرانی ها از گسترش فعالیت های گروه داعش در افغانستان بیشتر شدند. از این میان حکومت افغانستان که بارها داعش را یک گروه سرکوب شده در کشور گفته است، اکنون این گروه را نه تنها تهدیدی در برابر کشور، بل تهدیدی در برابر جهان می داند. گروه داعش حامل ده ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان بوده و یک تهدید جدی را به وجود آورده. این تهدید نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان هم با خطر مواجه ساخته و ضرورت به یک اجماع ملی، منطقوی و جهانی دارد. هسته قوت داعش در افغانستان از بین رفته و نمیتونه حملات مدهش را راه اندازی کنه، اما در برخی از ولایات هنوز هم فعالیت داره. بخشای عملیاتی وظیفه گرفته که هر چیز زودتر آنها را سرکوب کنه. از سوی هم نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که ارتش ایالات متحده آمریکا و مقام‌های حکومت افغانستان داعش را یک تهدید درازمدت می‌پندارند و نگران هستند که شاید پس از بیرون شدن شتاب‌زده تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان، زمینه برای گسترش فعالیت‌های این گروه فراهم شود. عبدالرحیم مسلم دوست، یکی از بنیادگذاران شاخه خراسان داعش، به نیویورک تایمز گفته است که ارتش پاکستان در این گروه نفوذ کرده است. او می‌گوید اگر یک توافق صلح با طالبان به دست آید و آنان بخش از یک حکومت در افغانستان شوند، پاکستان جاننشین طالبان را از پیش آماده کرده است و آن گروه داعش است. در سایر ولایات، خصوصا در نقاط جنوب شرق کشور ما، به این شکل در نقاط مرکزی فعالیت های داعش دیده می شود. دیگه دقیق شکی نیست که امروز داعش یک تهدید است در افغانستان. در نگرهار، پخوگیانو، پچیراگام، هسکامینه او نازیانو در از داچین پلر پروتوسیمو کی د داعش حضور شته دی، ولی دوی فقط وان مندی اوس ندی لکه په خواب بچو. از سوی هم یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد هشدار داده است که تا 4000 جنگجوی خارجی در افغانستان میکوشند که زیر پرچم داعش فعالیت کنند و اکنون افغانستان مناسب ترین مکان برای فعالیت های این گروه است.